آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، چشم و روحت پاک پاک. خدا کنه موسیقی خوشت آمده باشه، تقدیم به خودتان. یک دفعه اینو خدا سه نفر طرف ما در مصر من میمون کدومش جواباتم. خیلی عالی بود، فوق العاده بود، فوق العاده بود. و فکر میکنم اگر این گونه آهنگا و یک قسم صدای زیبا در افغانستان بیشتر باشه هیچ غمی نداریم دیگه. خودتان هم که میدونین که فرزانه جان خود شما یک هنرمند است، در عرصه موسیقی هم پای گذاشته و خیلی مقبول میخوانه. من صداشان خیلی دوست دارم. ما حتما زمزمه هم میگیریم، نمیفهم زمزمه بگیریم، تمثیل بگیریم، کدامش بگیریم. یا مسئول جان خیزم زمزمه شروع کنیم، یک زمزمه از شما میشنویم. خب دیگه فرزانه جان، ما منتظر هستیم اون آرامشی که خودت داری در حین خواندن و زمزمه کردن، او آرامش به ما بدی. قطعا بیایم که یک دفعه ببینیم چطور اجرا میشه، چون تیم موسیقی خونام خدا بسیار فوق العاده مینوازن. انشاءالله که بتانم قشنگ بخوانم. هی یک آهنگ زیبای فرادریا را اجرا کنیم چطور؟ قشنگ بسیار عالی میشه. جلوه در افق خاطرم پیدا سنو، جلوه در افق خاطرم پیدا سنوز، یادت آرامش درد دل تنها سنوز، یادت آرامش درد دل تنها سنوز. گر نی انسان هر چقدر بزرگ شوه از دید پدر مادرش همو خورترکی که بود همو هست. پدر مرا ببخش، پدر مرا ببخش، بچه هم هنوز خرم نه. یک شعری بود که دکلمه کرده بودم و این چقدر زیبا بود. وقت واقعا پدر و مادر پشت آدم باشه، باز آدم خیلی راحتر خود احساس میکنه و در قصه گپای دیگه کس نمیشه. همین قسمه است منتها گپ شنیدن خب قطعا سر انسان تاثیر میمانه که من خب فامیل ما با من خوب بود نه، ولی قوم یا شاید مردم حتی همسایه ها دیگه قدر روشن فکر نبودن. گپ ها بود، گپ ها بود، سخن ها بود، من تا با وجود تمام اونا تانستم امروز به یک جای برسیم که اگر دیروز من دیروز تجربه ای را داشتم، برای من میگفتن که یه همون دختر هست که در فیلم ها کار میکنه. بعد من میدیدم میگفتم که چقدر از نظر اینا فیلم حقیر است، چقدر از نظر اینا سبک است. بعد میگفتم خیر، بلی امروز میان میگن تو همو هستی، میگم آ بیا عکس بگیریم. بعد میگم که چقدر متفاوت میگم شده که آن نگاه ها تا نگاه های امروزی. و امروز بیننده ما شما بیننده 10 سال یا 20 سال قبل نیست. علمیت ها، فکر ها، ذهنیت ها بسیار نام خدا فوق العاده شده و واقعا یعنی فکر کن تا یک سال دیگه این هنر شاید خیلی عادی است داشته باشه. فرزانه جان بیاین پس برای او اشخاصی که تازه در این عرصه پا گذاشتن و میخواین مثل شما یک خانم موفق باشن گفتنیتون برشان بگوین تا اونام همیشه به گفته شما اگر بار بار به زمین میخورن و شکست قبول نکنن و بلند شدن دوباره قهرمان
یعنی چه پیامی داری که برای دیگر خانم‌ها داشته باشه، حتی برای ما داشته باشه که ما هم دیگه هم سر پای خود استاد چه دیگه هم بیام خودمون رو بهتر بسازیم. این یک لطف شما هست که برای من لقب قهرمان میدین. من تا من فکر نکنم تا اون حد به قهرمانی رسیده باشم، من تا چون مسلک من و شما مسلکی هست که هر چقدر که بریم تازه دریچه‌های فراختر باز میشه که دنیای جدیدتر باز میشه که میبینیم هیچ علمیتی حتی در این بخش نداریم. و در کل دوست دارم برای تمام و عزیزایی که میایند در این بخش رسانه مخصوصا، فرقی نمی کند اگر چه بخش، بخش رسانه رو بیایم بیشتر بگیم، این هست که دنیای کاملا جالب هست. ببینین طبابت، انجینیری و تمام رشته های دیگه در این رشته خلاصه شده. ادامه برنامه هستم و تشکر از اینکه تا حالا با ما بودین. اگر در جای مرد موفق دیدین، بدانید پشت سر یا همسر یا مادر یا خواهر و یا هم دختری هستن. پس پشت هر مرد موفق دست زنی هستن. امروز هم در کنار ما یک بانی خیلی موفق و مقبول و دوست داشتنی هست، ادا قادری، مدل، هنرپیشه خونیسته، یعنی تک تاکر که باشه هنرپیشه هم میشد، ولی کار بزرگی که انجام داد تجارت پیشه هست، کسی که پا در عرصه تجارت گذاشته. برش خوش آمدید میگیم. سلام به سه بانوی قهرمان ما، خوش باشین. تشکر از یک مرد برنامه زیبایتان دعوت کردین. روز زن به تمام زنای افغانستان تبریک میگم، زنای رنجیده ما. خب ادا جان، مسرور جان پیشر یک گپ گفت پشت هر مرد موفق، آخر گپ شما میگم من میخوام طولانی میکنم، گفت یک دست یک زن موفق است. خودت پشت کدام مرد موفق بودی؟ یعنی دست خودت یک تونستی یک مرد موفق بسازی؟ نه والا اوت یک چیز نبوده، ولی تنها خودم تونستی موفق بسازی بودیم که تونستیم که موفق شم، کسی نبوده پشتم. و ما ادا جان انوز خورد است که کسی را موفق بود، بخیر کرسی کرد بود میشه که شوهر خودم موفق بسازی. خب گپ است. خب ادا جان بیا بر ما قصه کو در رابطه با کارایت و ای که چگونه خودت تونستی یک تجارت پیشه شوی و یک خانم موفق باشی و قسم که مسرور جان و رویا جان گفت، قسم که من معلومات دارم از پنج انگشتت پنج هنر نه پنجاه هنر میزه، پنج انگشتش پنج را قلم زیادم نیست. من تا جایی که رسیدیم از نظر خودم جایی نیست که، یعنی میخواستم برسم، هنوزم کم است، میخوایم از یک کلاس پیشرفت کنم، کم است بر نظر خودم. و ما اولین کار که کردم رستورانتم بود. بعد رستورانت سرمایه گذاریم با لباس‌های افغانی بود، برند بود که اونجا هستم. و بعد از یه کوشش دارم که برند ما چند جای دیگه هم جور کنم دیگه، کمک خدا باشه میتونم انشالله. دیزاین لباس هایت هم خودت، همین لباس که الان داری یا مثلا لباس هایی را که میپوشی کاملا خودت دیزاین میکنی یا که نه فقط تازه ای کار را شروع کردی؟ ما تازه شروع کردیم و لباس های افغانی را که معمولا خودم میپوشم خودم دیزاین میکنم. و این لباس که فعلا در جانم است آماده خریدی؟ تیار خریدی دیگه، اصلا نداشتی که بری دیزاین کنی بدوزی؟ آه دیگه باز پنجوبیم. کارا چطور است؟ ادا جان کارا چطور است؟ از اون وقتی که نو شروع کردی تا به حال تفاوت ایجاد شده؟ حمایت ها زیاد شده نشده؟ حمایت خوب است از نظر از اینکه مردم حمایت کنند، دید متفاوت زیادتر دارن دیگه. بزنس چطور است؟ درآمد خوب است؟ خوب است. راضی هستی؟ پیشترم گفتم کم از نظر خود. خوب است. ادا جان چی باعث شد ای که خودت خواستی تصمیم به این گرفتی که پا برسه تجارت بگذاری و یک تجار موفق باشی؟ خب من زیاد دوست داشتم که هم ژورنالیسم بخوانم و من چند رشته را دوست داشتم، ژورنالیسم و استیوارد مدل و تجارت، کلش خوش داشتم. حتی تصمیمم دارم که بدون از یام دیگه کدام کار دیگه باشه که بتانم، یعنی وقتم پیدا شد پیش ببرم دیگه. خوش داشتم تجارت، خوش داشتم. ادا در اولی که تو شروع کردی مثلا تیک تاک را آغاز کردی، در اینستاگرام فعالیت های تمام میبینیم، در گفتی که رستوران هم داشتی، حالا هم شروع کردی بعد دیزاین لباس، بیشتر چیزی که علاقه داری بهش و فکر میکنی با امو بود که تو مثلا روحیه میگیری، با امو بود که تو پیشرفت کردی، کدام کارت بود مثلا شروع کردن در تیک تاک
یا شروع کردن در یعنی باز کردن رستوران یا هم دیزاین لباس؟ ما اولین کارم که در سوشال میدیا بود مدلینگ بود که من بجما مدلینگ میکردم، برند دیگه بود که من اونجا مدلینگ میکردم. ما نمیخوام پد کنم بگم نه، ما خودم بودم از اول بودم، یعنی یک چیز بودم نبودم، از اول چیز نبودم. اول از مدلینگ شروع کردم، به سفارت امریکا میرفتم، بعد از او به جامعه بودم، از جامعه به رستوران، از رستوران به یک برند. دیگه اولین کارم از مدلینگ بود. فکر میکنی ادا جان در عرصه تجارت که خودت کار کردی و فعالیت های زیاد داشتی و تا حالا از کارت راضی بودی و بزنس های بعدی هم روی دست گرفتی، گفتی اگر وقتش را داشتم میخوایم انجام بدم، مشکلاتی که متقبل بودی به عنوان یک بانوی فعال در جامعه چی ها بوده؟ زیاد بوده، زیاد. مرکز زیاد تشویق نمیکرد که پیشرفت کنم، از فامیل اینا فقط یک خوارم بود و تا یک جای مرا تشویق میکرد، کسی نبود. ما خودم زیاد دوست داشتم که مدلینگ کنم و مشهور بودن خوش داشتم، کنار مشهور بودن دوست داشتم که چیز از خود داشته باشم. بله. که ایت نمیخواستم زیر دست کس کار کنم، با مو خاطر خواستم که یک جای داشته باشم، یک چیز داشته باشم از خود که بگیم از ماست. حالا که شهرت داری، اکثریت میشناسنت، ما نباید ای گپ نادیده بگیریم. بیرون میری چقدر آزارت میتن، پرزا سرت میرن، او این ادا آمد، این ادای مدل آمد. او تو خاست تو زیاد ناراحت میشید من. بعضاش تیک تاکر سلام میکنه، بعضاش نه دو قادری. و این شورای دیگه پارا داره دیگه. آه دیگه یه پارا داره. یک روز رفتم در یک دکان بودم، امو جو مرکی گفت اول کوشش میکنین مشهور شوید، بعدش که مشهور شیدن خدا پت میکنین. واقعا راست بگو نمیگو خدا پت نکردیم، هنوز فعالیت های زیاد تر هست. ما خندیم گرم گفتم خود اگه چی بگو. خب هر چقدر بیم در مورد مشکلات جامعه ما صحبت کنیم، بگویم که در جامعه ما یک قسم بر بانو هست، قسم هست، خب طبعا مشکلات خیلی زیاد هست تا که ما بخوایم با او جایگاهی و یا او جامعه با او جایگاهی برسه خیلی زمان را در بر میگیره. من میخوام یک سوال دیگه از ادا پرسان کنم. سخت ترین، من جوابش هم میفهمم ولی میخوام شما بفهمین که بر دختر خانم چی سخته. سخت ترین کاری که از طرف صبح انجام میتی بر بیرون آمدن چی کار است؟ یکی خوب بیدار شدن از با من، که من بسیار تنبل هستم، بیدار شدن صبح وقت نمیتونم. زیاد که گوش کنم 9 بجه 8 بجه میتونم. همون 9 بجه 8 بجه هم خوب است، هنوز خیلی سود پیدار شد. خیلی وقت است. با مستوره بخیال همی صبح خیستم. مستوره 6 بجه میتونم. این حالا عدا بخش دومش نگه. بخش دوم عدا جانم آرایش کردن بود. آرایش کردن اصلا آرایش کردن که بسیار جنجالی است. قدر زیاد یاد ندارم فیشن کردن. به نظر من ساده خوب میگید. من قریات دارم، از زیاد نمیدونم. همه ادا رو با همین چهره میشناسن. اگر شاید فیشن زیاد کنی، شاید چهره کاملا متفاوت شه و کسی نشناسه. چرا که این فیشن به یگان تا زیادش اصلا خوب نمیگه و کمش هم اونقدر به یگان تا خوب نمیگه. ولی همه تو ادا رو کلاگ میشناسن. خب روز زن است. روز زن است. بیایم از گپای دیگه بگذریم، از اینکه چی را خوش داری چی را خوش نداری با دیت پرسان میکنیم. ده سال نو پرسان میکنیم از ادا. خیر ایدام نزدیک است، یک مبادا سال نوید است. بیایم سر روزن گپ بزنیم. ادا جان خودت چی تصمیم داری به مادر جانت؟ کدام توفه میبری نمیبری چون روز زن است دیگه؟ روز زن است. ما به روز مادر برش گرفته بودم، بازم به روز زن میگیرم. اگر چی یک پدرم است که برش میگیرم، بازم من میگیرم. پدر تو خودت ادا میگیرم. وام میگیرم، ما میگیرم. خب زن فقط ما فکر نمی کنم که مختص به بله کس باشه، که یعنی همسرش باشه. به همه گیست و میتونیم ما برای هر کس توفه بدیم. شما میتونیم شما بابا توفه بیاریم. من اینمی به خودت ادا جانه نه از طرف کل ما. تشکر. برگ سب صوفی درویش. با صوفی ما رو خیر مادر بیرو از خودت میگیم. همیر پس بردارم. اما گل محبت ما رو نشان میتونه. دست کم نگه دیگه ادا جانه ندا پالید ما نینی که جرزش نداره گل برد. موضوع هست که مثلا اگه فکر میکنم که مثلا تنها باید یک خانوم باشه که مثلا برش توفه داده شده، ولی مثلا روز زن یا همون خانوم یا بانو یعنی برای تمام دختر خانوم ها میشه، یعنی چی عرصی کرده باشه چی زاد نکرده باشه، کدام وقت توفه گرفتی در روز زن؟ نه آنه دادیم چرا که ما خوردمون کرستی خدا خوب سایی خوردمون کرستی. خو خیر باشه، نه ترس از میشه توفه نمیگیری. من خطا شده بود تو باشه، حالا برنامه خلاص میشه. این سه نفر چون سوپا من که بر خطا رو بب میخوایم یا میره بگیم نه خودت گل هستی همی که آمدی برنامه ما رو زیبا کردی. کسی دیگر نمیتنی؟ خب
خیمات کار زیاد نه خودت تو فست دیم بم اداره که دهاتیت خواسته بودم اینمی گپ زده بود که چی است گفته بودم توفه کس به کس میتی باز گفته بود بله بخاطر از اینکه شده توفه رو من خوش نداشته باشم باز به کس حتما گلم خوش گپ خیلی زیاده خب خیره نه مزاق کردم ادا جان بر من گفته بود که هیچ وقت توفه کسی رو به کسی دیگه نمیت اگر بعد اون باشه اگر خوش شام نیه ولی هیچ وقت به کسی دیگه نمیت همو قدر برش عزیز است تشکر ادا جان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و بازم روزت مبارک به خیر و سلامت باشی تشکر از شما سلامت باشی ادا جان و خودت نال اگر کدام گفتنی داشته باشی به خانم ها و دختر خانم های دیگه که واقعا در افغانستان صد راه خانم ها مشکلات زیاد هست و خودت به عنوان یک خانم موفق تونستی با تمام مشکلات دست پنجه نرم کنی و فعلا در این عرصه هستی میتونی که گفتنی و پیامت برای اونا هم داشته باشی گفتنی خاص ندارم از تمام خانم ها از تمام دخترها خواهش میکنم که هم دیگر تشویق کنن تا یک جای برسیم دخترام خانم ها میتونه مثل یک مرد پیشرفت کنه مثل یک مرد باشه حتی میتونه از یک مرد هم که بیشتر پیشرفت کنه دختر چیزی که در وجود یک دختر است در وجود یک مرد باقا. نیست سلامت باشی وقت خوش یک موسیقی هم تقدیم میکنیم که بیشتر لذت ببری و همونطوری خداوند پشت و پناهت باشه